دستورات دیگه ای هم موجود هستن که روی دیسک ها کار میکنن. من دوباره CMD رو در اینجا انتخاب میکنم، کمند پرامپت رو به عنوان ادمنستریتور راه میندازم. حواستون باشه این ادمنستریتور بودن برای من یک مفهومی داره و اون همین هستش که بتونم از آخرین قابلیت ها استفاده کنم. دستوری وجود داره به اسم دیسک پارت، یا در واقع دیسک پارتیشنینگ هستش و ایجاد پارتیشن های مختلف روی دیسک های بیسیک یا والیوم های مختلف روی دیسک های داینامیک در حوزه این دستور قرار میگیره. دیسک های بیسیک و داینامیک به شما حالا بذارید یه مقداری حرفه‌ای تر بودیم راجبش صحبت بکنیم. والیوم همون پارتیشن هم، منتها روی دیسک داینامیک میگن والیوم، روی دیسک عادی میگن پارتیشن. پارتیشن ها قابل تغییر نیستن اندازه‌شون به جز موارد خاص با برنامه های خاص مثلا ماجیک پارتیشن، اما والیوم ها قابل تغییر هستن اندازه‌شون به خود ویندوز. و برای اینکه والیوم ها رو ایجاد بکنید باید دیسک رو داینامیکش بکنید. در داخل دیسک پارت اگر هلپ رو بزنید مجموعی از دستورات به شما نشون داده میشه. مهمترین این دستورات رو من در اینجا بهتون میگم چی هستن. مهمترینشون در واقع اینجا اتچ هستش. اگر دیسک جدیدی دارید میتونید اتچ بکنید به اینجا، حتی ویرچوال هارد دیسک ها رو میتونید اتچ بکنید. میتونید از دستور کانورت استفاده کنید برای اینکه فرمت یک دیسک رو از FAT به NTFS تغییر بدید بدون اینکه محتواش خراب بشه. create برای ایجاد والیوم پارتیشن یا ویرچوال دیسک استفاده میشه. delete هر چیزی رو پاک میکنه. detach برای شما یک هارد دیسک ویرچوال رو detach میکنه. و format و همینطور list که اولین چیزی هست که میخواییم در اینجا امتحانش بکنیم دستورات مهم ما هستن. خب list رو وقتی بزنید چه چیزی رو میخوایید list بکنید؟ مثلا من میتونم بگم list partition. اگر list partition رو بزنید میگه که ابتدا باید یه دیسک رو انتخاب بکنید. select دیسک، یه بزنید ابتدا لیست دیسک رو بزنیم ببینیم مثلا چند تا دیسک داریم. من دو تا دیسک در اینجا دارم، همونطور که ملاحظه میکنید دیسک صفرم و یک هر دوتا آنلاین هستن. دیسک صفر اولین دیسک من است که 60 گیگابایته، دیسک یک من 10 گیگابایته، هر دوتاشون آنلاین هستن. حالا select disk 1 رو میزنم، به این ترتیب دیسک یک انتخاب میشه و در اینجا list partitions رو میزنم. همونطور که ملاحظه میکنید list پارتیشن رو من اشتباه نوشتم. بعد از این میگه هیچ پارتیشنی روی اون وجود نداره. حالا من میتونم چیکار کنم؟ بیام پارتیشن ها رو ایجاد بکنم. create partition. ببینید که من دارم با دیسک های به عبارتی بیسیک کار میکنم، بنابراین نمیتونم روشون والیوم ایجاد کنم، میتونم فقط پارتیشن رو ایجاد بکنم. برای پارتیشن چه چیزی از من میخواد؟ میگه آیا پارتیشن عادی میخوای یا پارتیشن اکستندد میخوای؟ آیا داری پرایمری ایجاد میکنی یا لاجیکال رو داری ایجاد میکنی؟ پس ما پارتیشن هامون پرایمری هست و اکستندد، در داخل اکستندد میتونیم لاجیکال ها رو داشته باشیم. create partition primary چیزی هستش که در اینجا میخوام. علامت سوال رو میزنم و بعدش به من میگه که the argument specified is not valid و میگه بیا از help create partition استفاده بکن. این رو کلش انتخاب میکنم، enter رو میزنم و بعد از اینکه enter رو زدم کلیک راست میزنم و برای من در اینجا paste میشه و بعد پشت سرش به من میگه که اینا مثال هایی هستن که شما در اینجا دارید. پس میگه create partition primary، پشت سرش size رو باید بیای مشخص بکنی. مثلا من در اینجا میزنم size مساوی هستش با چیزی که میخوام داشته باشم 500 مگابایت هستش و اینتر رو میزنم، یک پارتیشن برای من ایجاد میشه که 500 مگابایت هستش. حالا اگر من بیام لیست پارتیشن رو بزنم ملاحظه میکنید که برای من میگه یک پارتیشن پرایمری 500 مگابایتی اومده در اینجا ایجاد شده. میتونم حالا بیام به این درایو لدر رو اساین بکنم. دوباره دستور help رو میزنم تا ببینیم کدوم چیزی هستش که به این یک drive ladder رو میاد assign میکنه. دستور عرضم به حضور شما assign در این بالا موجود هست. دستور assign رو در اینجا نگاه بکنیم، این رو به این شکل بکنم تا بهتر دیده بشه. دستور assign میگه که the argument specify for this، میگه که از دستور help assign استفاده بکن. همونطور که ملاحظه میکنیم مثال هایی رو برای assign حالا در اینجا داریم. assign
هدر ابتدا باید البته سلکتش کرده باشیم ما، یعنی باید سلکت پارتیشن رو شما در اینجا زده باشید، سلکت دیسک 0 دیسک اولم رو انتخاب میکنه، سلکت دیسک 1 دیسک دومم رو انتخاب میکنه. دیسک ها از شماره 0 شمرده میشن، اما پارتیشن ها چی؟ از شماره 1 شمرده میشن. سلکت پارتیشن 1 در واقع اولین پارتیشن هست. اساین لدر، میخوام لدر مثلا F رو بهش در اینجا اساین بکنم مساوی F و اینتر. حالا من اینجا F رو دارم، به من میاد فاصله پیغام فرمت دیسک داده میشه، پس فرمتش کنیم اشکال نداره، کویک فرمت رو میزنم و به من میگه که دیسک F ایجاد شد، فرمتم کامپلیت شد. اگر من حالا بیام درایف های خودم رو نگاه کنم، درایف F رو دارم که روی دیسک 1 هم قرار داره و 500 مگابایت هم حجمش هست. این هم کلیک راست و پراپرتیزش که دارید ملاحظه میکنید. از کجا دقیقا این رو بفهمم که دیسک من چی هست؟ روی کامپیوتر کلیک راست منیج، بیشتر کار از اینجا احتمالا انجام میشه. دیسک منیجمنت خیلی راحت تر است. این دیسک یک من هستش که اومدم روش 500 مگابایت اومدم ایجاد کردم، صرفا میخواستم دیسک پارت رو بهتون نشون بدم. اگزیت رو میزنم و دستور دیسک پارت میام بیر. دستور فرمت رو هم در اینجا داریم، فرمت F دو نقطه و بلا فاصله به من میگه که آیا میخوای فرمت بکنی یا نکنی. Yes رو میزنم، البته اختار هم داره میده که تمام اطلاعاتت پاک خواهد شد، من قبول میکنم که مشکلی نداره. و والیوم لیبل رو میگه حالا بزن، آیا دوست داری که یه اسمی برای این والیوم انتخاب بکنی؟ میتونم اسمش رو بزنم مثلا بکاپ و اینتر میکنم و برای من بکاپ ایجاد میکنه. اسم درایو مثل بکاپ نگاه کنید، F شده بکاپ. خب این دستور دیسک پارت. دستورات دیگه وجود دارن که خیلی خیلی کاربردی تر از این شاید باشن برای من، مثل دستور CHKDSK که در واقع دستور چک دیسک هستش. و دستور چک دیسک رو هم نگاه بکنید، به ما میگه که پشت سرش میتونی بگی کدوم والیوم رو میخوای چک بکنی، میتونی در واقع چک دیسک رو اشاره بکنی که یه فایل خاصی رو انتخاب بکنی، چک دیسک رو میتونی با سلش F انتخاب بکنی که ارورها رو برات فیکس بکنن. اینا مهمترین مواردی هستن که شما در اینجا دارید. بیاید چک دیسک رو برای F دو نقطه انتخاب بکنیم. به من میگه که تایپش فایل سیستم NTFS هست و شروع میکنه به چک کردن. اگر من بخوام همه چیز رو برای من فیکس کنه، مثلا اگر بد سکتوری داشته باشم که لاجیک باشه نه و نه فیزیکی، بد سکتور های فیزیکی به واسه چک دیسک قابل حل کردن نیستن. اگر چنین چیزی باشه میتونم بیام بگم slash F فیکس بکن و درایو F رو مد نظرم هست. اگر مشکلی داشته باشه این میتونه برای من فیکسش کنه. دقیقا مثل این هستش که شما در پراپرتی F وارد بشید، در قسمت تولز برید، چک ناو رو در اینجا بزنید و بعد اسکن رو اینجا انتخاب بکنید برای بد سکتورها و اتوماتیکلی فیکس رو هم در بالا داشته باشید و بعد استارت رو بزنید. دستور چک دیسک دقیقا این کار رو میاد برای من انجام میده. دستور مهم دیگه ای که وجود داره دستور دیفرگ هستش. دستور دیفرگ فوق العاده مهم هست و شما هر از چندگاهی بعد ازش بیاید استفاده کنید. دیفرگمنتیشن هارد شما رو میاد انجام میده، یعنی اینکه روی هاردی که دائما روش فایل کپی کردید پاک کردید کپی کردید فایل کردید، این فایل ها در واقع ترتیبشون به هم میریزه بعد از یک مدتی. یه مثال عملی رو براتون اینجا بزنم که بهتر متوجه بشید. فرض کنید که این هارد دیسک من هستش و بیت ها از سمت چپ به راست همجوری نوشته میشن، به جای گرد من دارم یک سره نشونش میدم. خب حالا که این هارد دیسک رو ایجاد کردم، فایل هایی رو بهش اضافه میکنم. فایل اولم در این قسمت از فایل جا گرفته، اینقدر جا رو اشغال کرده. فایل بعدی رو که ایجاد میکنم یه فایل بزرگتری هست، مثلا فایل بعدی که کپی میکنم یه فایل کوچیکی هستش، فایل های بعدی و همینطور مینی فایل پشت سر هم دیگه نوشته میشن، درست؟ یه مدت بعد من میام فایل دومم رو دیلیتش میکنم، درست؟ فایل دومم رو از روی هارد اومدم پاکش کردم. حالا هارد من این قسمتش خالیه، یه فایل دیگه ای رو میخوام حالا بیام توش کپی بکنم. وقتی که این فایل رو میخوام کپی کنم،
این فایل به جای اینکه بره این پشت نوشته بشه، میاد بخشش در اینجا نوشته میشه، ممکنه همش یا بخشش در اینجا نوشته بشه. یه فایل دیگر رو هم حالا میخوام بیام کپی کنم. این یکی فایل خیلی بزرگه اندازش، یه بخشی از فایل اینجا نوشته میشه، بخش دیگه یه فایل میره اینجا نوشته میشه. ببینید فایل من دو تیکه شد و تعداد فایل های چند تیکه بسیار بسیار زیاد میشه زمانی که شما هی فایل پاک میکنید و فایل اضافه میکنید. خب دسترسی به این فایل به چه شکلی هستش؟ دسترسی به این فایل به این شکل خواهد بود که اگه من این فایل بخونم، یه تیکش از اینجاش خونده میشه، بعد بقیهش از اینجا خونده میشه. این کار زمان بر هست. دیفرگمنتیشن میاد چیکار میکنه؟ فایل ها رو جابجا میکنه توی هارد دیسک. یه مقداری از هارد دیسک خالی هست لازم هست برای این منظور، فایل ها رو میبره اونجا، بعد برمیگردونه به هم دیگه میچسبونه و در جای خودشون قرار میده. دستور دیفرگ دقیقا این کار رو میاد بر ما انجام میده. و حالا اگر سلش یو رو بزنید، شرایط رو بهتون نشون میده که درصد دیفرگمنتیشنتون چقدر داره پیش میره. اگر فرض کنید سلش وی رو بزنید، اطلاعات خیلی خیلی کامل و ورباز رو در واقع بهتون نشون میده. و موارد دیگه که در اینجا ملاحظه میکنید، مثلا سلش ای فقط آنالیز میکنه و در نهایت بهتون میگه آیا دیفرگ کردن لازم هست یا لازم نیستش. مثلا فرض کنید که من در اینجا تایپ میکنم defrag slash a، صرفا میخوام چیکار کنم؟ آنالیز رو انجام بده برای درایو سی دو نقطه. فقط به من خواهد گفت که آیا defragment لازم هست یا لازم نیست. این کار ممکنه روی درایو های بزرگ وقت ببره و من الان رو درایو سی اومدم این کار کردم که پر از اطلاعات هست و خود ویندوز درش ذخیره است. معمولا درایو سی رو خیلی خیلی کم پیش میاد شما بخواید defragmentationش رو انجام بدید. این اطلاعاتی است که داره به من میگه، میگه که فرگمنتیشن تو 3% هستش و معمولا زیر 5% رو هیچ وقت نمیگه دیفرگ کنید. برای همین در نهایت میگه you do not need to defragment this volume، لازم نیستش این رو بیای دیفرگ کنی. برای اگه میخواستید دیفرگش بکنید، میتونستید بیای تایپ بکنید دیفرگ سلاش مثلا یو یا سلاش ببخشید رحمون سلاش یو و پشت سرش اسم درایو رو بگید و برای شما دیفرگمنتیشن رو انجام بده. من دیفرگ سلش یو رو میزنم برای اف دو نقطه، گرچه روی اف هیچ چیزی اصلا وجود نداره، منتها صرفا به عنوان مثال دارم این کار انجام میدم و همونطور که ملاحظه میکنید در نهایت دیفرگمنتیشن برای من انجام شد و کار به پایان رسید. آنالیز 100%، پشت سرش فری اسپیس کنسولیدیشن 100%، کنسولیدیشن یا در واقع دیفرگمنت برای ما در اینجا اومدش انجام شدش. دستور کانورت هم دستور جالبی است. اگر فرض کنید که جایی رو با فت شما فرمت کرده باشید، من اینجا بکاپ رو میزنم و فرمت رو ببخشید کلیک راستش میگیرم فرمت رو میزنم و به جای اینکه NTFS انتخاب کنم، از FAT32 استفاده میکنم برای فرمت کردن. اگر شما در داخل اینجا اطلاعاتی داشته باشید، فایل هایی داشته باشید، میتونید بیاید چیکار بکنید اونها رو بدون اینکه پاکشون بکنید درایوتون رو بیاید فرمت کنید. ببینید الان در درایو F من یه سری فایل دارم و در حالی که درایو F فرمت NTFS نداره، انت فرمت FAT داره. من میام چیکار میکنم؟ از دستور convert استفاده میکنم. ببینید این دستور کلیتش به چه شکلی استفاده میشه. من دستور convert slash file system به ntfs تغییر پیدا بکنه، fs ntfs، و اگر slash v رو بزنید کلن به شما یه سری اطلاعات میده راجع به کاری که داره انجام میشه، اما شما میتونید بیاید چیکار کنید؟ هیچ کاری نکنید. من اینجا میام f دو نقطه رو در نظر میگیرم و convert f دو نقطه در ابتدا باید باشه، convert drive f slash fs ntfs slash v. و همطور که ملاحظه میکنید به من میگه که volume label رو در اینجا بیا وارد کن. من میخوام اسمش همون backup باشه. اگه وارد نکنید هیچ تغییری هم در اونجا نخواهد داد و همطور که ملاحظه میکنید بر من فرمت اتفاق میفته و چون اسلش وی رو زدم ورباز این اتفاق داره میفته. این از این چیز هستش که ممکنه شما بخواید استفاده بکنید. حالا اگر من در اینجا نگاه بکنم در پراپرتی میبینید که فرمت NTFS هست و فایل ها هم سر جای خودشون هستن. این کار برعکسش اتفاق نمیفته، یعنی شما نمیتونید بیاید از FAT
از NTFS به FAT برگردید. صرفا از FAT به NTFS چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود.